بینندگان گرامی، خدمت شما عزیزان، تک تک شما محبوبان خداوند، افرادی که محبت کلام خدا در دل شما نهاده شده، خدمت شما سلام عرض میکنم. از اینکه همراهان ما بوده اید تا به این جلسه، آخرین جلسه ای که داریم در مطالعه رساله به رومیان، این جلسه 26 از اینکه با ما بودید خیلی خدا رو شکر میکنیم و دعا میکنم که باعث برکت بوده و از این به بعد هم باعث برکت بشه. پس قبل از اینکه این درس رو شروع کنیم که در واقع یک جمع‌بندی هست در رابطه با 25 جلسه ای که داشتیم، خیلی خلاصه چه ها مطالعه کردیم، خیلی خیلی گذرا، و فقط بر یک نکته تاکید خواهم کرد که در واقع نقش پرستش و نقش کلام در پرستش رو قدری باز خواهیم کرد. قبل از که شروع کنیم از شما دعوت میکنم به گزیده هایی از آیه های رومیان توجه کنید. این آیه ها رو ما از جاهای مختلف، از فصل های مختلف گرفتیم، ولی کلام زنده خداونده و قادره تسلی بده، تشویق بکنه، تنبیه کنه، بنا بکنه و در نهایت نام پرجلال خداوند رو در میان ما برافرازه. شما رو دعوت میکنم به این کلام توجه بفرمایید. پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی، لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست. زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد، چنانکه مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به بساطت خداوند ما عیسی مسیح. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا اون نخست زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از گور رسیست، احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود؟ زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است، و او را تا ابدالآباد جلال باد، آمین. بله، چنان که خدمت شما عزیزان عرض کردم، هدف این جلسه یک مرور اجمالی هست به طور خلاصه در رابطه با درس هایی که در جلسات گذشته، این 25 جلسه گذشته مطالعه کردیم، رساله به رومیان. رومیان فصل های 1-7 صحبت از اینو کرد که ما گناهکاریم، اما خدا به فیض خودش در شخص عیسی مسیح، یعنی آنچه عیسی مسیح بر روی صلیب کرد، ریختن خونش، قربانی گناه شدن برای ما، ما رو عادل محسوب کرد، ما بیگناه محسوب شدیم، محکومیت از روی ما برداشته شد، تا
تأثیر عادل شمرده شدگی در زندگی روزانه ما به عنوان فرزندان خدا در رویاروی با زندگی به یاری روح القدس در فصل هشتم مطالعه شد. ما در فصلهای 9 و 10 حاکمیت خدا رو دیدیم، آن حقی که خدا برای حاکمیت خودش قائله، آن اراده غیر قابل تغییر الهی و در کنارش مسئولیت ما، مسئولیتی که در قبال پیغام انجیل داریم، مسئولیتی که در قبال آنچه که مسیح کرد داریم. در فصل شماره 11 پولس صحبت از اسرائیل و خدا کرد و اینکه اگر اسرائیل در گذشته مسیح رو رد کرد، وعده های خدا باطل نشده، وعده های خدا سر جاش هست و در آینده ای نمیدونیم کی، پولس میگه همه اسرائیل نجات خواهند یافت. بعد صحبت از روابطی میکنه که انجیل ایجاد میکنه در من ایماندار، در شمای ایماندار، در ما فرزندان خدا. روابط جدیدی شکل میگیره بین ما و خدا، ما و کلیسا، بین دوست و دشمن، بین من یک شهروند و حکومتی که خدا اجازه داده حاکم باشه و بین ضعیف و قوی. و آنچه که خدا شکل داده، این رابطه جدید در این مقطع‌های مختلف، هدفش فقط اینه که مسیح از درون ما این پیغام انجیل رو پخش بکنه، چه در رابطه با حکومت، چه در رابطه با کلیسا، چه در رابطه با دوست و دشمن، چه در رابطه با ضعیف و قوی. و ای کاش من و شما آنچنان با مسیح قدم برداریم که هیچ حکومتی نتونه ما رو نگه داره از ایمانمون، هیچ ضعیف و قوی نتونه ما رو دل سرد بکنه، هیچ دوست و دشمنی نتونه ما رو نگه داره از آن ایمانی که بهش معترفیم و زندگی میکنیم. بعد دیدیم که در فصل 16 پولس صحبت از یک رأی بودن در کلیسا کرد، همراستا بودن با مسیح، و بالطبع نتیجه اینه که با هم همراستا و یک رأی باشیم، و اینکه این یک رأی، این همراستایی منتج میشه به اینکه یک مأموریت واحد و مشترک داشته باشیم که چیه؟ در سخن و در عمل پیغام انجیل منتشر بشه. و جلسه پیشین دیدیم که پولس مثل سایر رسالات خودش یک کار کرد، با ستایشات تمام کرد، و هدف همه چیز این بود که تا خدا جلال یابد. پس هدف مطالعه رساله رومیان برای من و شما این بود تا مسیح را بشناسیم، و این شناخت کمک کنه ما او را آنچنان که شایسته است بپرستیم، ستایش کنیم. آغاز این رساله در فصل اول آیه های 1-6 و پایان این رساله در فصل 16 آیه 26 به ستایش اختصاص داده شده. در این میان، یعنی از آغاز رساله تا به قسمت پایانی رساله، جاهای مختلفی هست که ما میبینیم خدا مورد ستایش و پرستش قرار میگیره، اما در فصل 11 از آیه های 33 تا 36 به طور خاص خدا پرستیده میشه. دقت کنید، ترجمه قدیم اینطور میگه: زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از قورسی است احکام او و فوق کاوش است طریقهای وی. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که، یعنی چه کسی، مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود؟ زیرا که از او خدا و به او خدا و تا او
خدا همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. در این آیه ها پولس به طور خیلی ملموس و خیلی خاص لب به پرستش باز میکنه. نمیتونه جلو خودش رو نگه داره که خدا رو اینگونه پرستش کنه. در این چند آیه متوجه چهار مورد میشیم که در واقع صحبت از ارتباطی میکنه بین پرستش و اهمیت کلام در پرستش. این روزها ما کلمه پرستش رو خیلی میشنویم، کلمه پرستندگان، عبارت رهبر پرستش، رهبری پرستش، ما این رو خیلی میشنویم. عزیزانی هستن که خدا برکتشون داده، صدای خیلی خوبی دارن، استعداد موسیقی خیلی خوبی دارن و قبل از شروع جلسه، یعنی قبل از موعظه کلام، خیلی خوب میتونن هدایت کنن، کمک کنن افرادی که اومدن برای اون جلسه، برای اون پرستش کلیسای، کمک کنن تا نگاهشون منعطف به مسیح بشه، دعا کنن، سرود بخونن، پرستش بکنن. خدا رو شکر برای این عزیزان. آنچه که در این قسمت میخوام با هم دقت بکنیم این نیست که دنبال افرادی بگردیم که چه اشتباهاتی دارن میکنن، بگیم فلانی اینجور میکنه، فلانی اینجور میکنه، فلانی نباید بکنه، از حکم کردن دست بکشیم و دلمونو بدیم به اون چه که کلام خدا میگه. اگر چیزی در من هست باید عوض بشه، در من بگذار عوض بشه، من اولین شخصی باشم که اصلاح درش صورت میگیره. و جنبه که باید اصلاح صورت بگیره اینه که چه نقشی پرستش در کلام و کلام در پرستش داره، و این دوتا باید حتما کنار هم قرار بگیرن. نکته اول این هست: هیچ پرستشی نباید آری از راستی باشه. پولس همزمان با پرستش خدا از کتاب مقدس نقل میکنه، در آیه هایی که برای شما خوندم، از رومیان فصل 11 هم آیه های 36 تا 33 تا 36، پولس در آیه 34 از اشعیا 40 13 نقل قول میکنه، در آیه 35 از ایوب 41 11 نقل قول میکنه. آشنایی صمیمانه با کلام خدا، یعنی هر چقدر من بهتر به این کلام وارد باشم، آشنا باشم با کتاب‌های کتاب مقدس، با شخصیت‌های کتاب مقدس، با تاریخ کتاب مقدس، با پیغامی که خدا در کتاب‌های کتاب مقدس میده، هر چقدر من آشنایی عمیق‌تر، واضح‌تر و شفاف‌تری از کلام خدا داشته باشم، با کلام زندگی بکنم، آتش عبادت رو در دل من به طور بسیار متفاوتی شعله ور خواهد کرد. من نمیتونم جمعیتی رو دعوت کنم بیایید خدا رو بپرستیم و کتاب مقدس رو کنار بگذارم. من بر چه اساسی میخوام مردم رو تشویق کنم خدا رو بپرستن؟ چون من صدای خوبی دارم؟ چون من معلم خوبیم؟ چون من در عرض این هفته دو سه تا تجربه داشتم که میخوام با شما در میون بگذارم؟ هاشا، اینها پرستش در روح و راستی رو شعله ور نمیکنه. آنچه که پرستش واقعی رو شعله ور میکنه آن بذر کلام خداست که باید کاشته بشه، و پرستش بدون کلام معنی نداره. آیا پولس نمیتونست بر اساس ملاقات شخصیش
تجربه های شخصیش از مسیح اینجا مردم رو دعوت به پرستش بکنه. پولس با این همه تجربه برمیگرده به کتاب مقدس، برمیگرده به عهد عتیق، برمیگرده به آیه هایی که حمایت میکنه آنچه رو که داره، آنچه رو که داره میکنه، آن تشویق رو که میخواد به مردم بده تا خدا رو بپرستن. پرستش حقیقی از تفکر بر کلام خدا نشأت میگیره. ببینید، این حتی در زندگی روزمره من و شما هم هست. امروز من، فردای من، پس فردای من. پرستش که فقط در کلیسا نیست، پرستش که فقط گروهی نیست، پرستش شخصی هم هست. حتی در حالت پرستش شخصی شما نمیتونید خدا رو بپرستید بدون کتاب مقدس. کتاب مقدس نخون، خدا رو نخواهی پرستید. دل به مطالعه کتاب مقدس نده، از پرستش چیزی نخواهی فهمید، تجربه ای نخواهی داشت. اما وقتی که با دعا دلت رو میدی به مطالعه کتاب مقدس، حالا اگر شده چند آیه از یک فصل، اگر شده یک فصل کامل، اگر شده 6-7 فصل، در هر حالت وقتی که با دعا به حضور خدا میاییم و کلام رو به دست میگیریم و میخونیم و دعا میکنیم، ای خداوند، مؤلف این کلام تویی، اگه تو این کلام رو برای من باز نکنی، کسی نمیتونه به من این کلام رو بفهمونه، تو با قلبم صحبت کن، خدا قادره این رو بر ما آشکار بکنه. خدا قادر ذهن ما رو منور بکنه تا کلام رو بفهمیم. و وقتی کلام رو میفهمیم، وقتی چشمان دل ما باز میشه و پیغام کلام رو میفهمیم، ببینید، اگر شما ایماندار در مسیح هستی، فرزند خدایی، زمانی که چشمت باز شد روی پیغامی در کتاب مقدس، اولین ثمرش اینه، شما خدا رو خواهی پرستید. شما از صمیم جان، و احتیاج نداری کسی بهت یاد بده آقا برای پرستش خدا باید این کار بکنی اون کار بکنی، شما خدا رو خواهید پرستید، چون همان روحی که در شما ساکنه، همان روحی که کلام خدا رو برای شما باز میکنه، ذهن شما رو منور میکنه تا بفهمی، و همان روحی که شما رو هدایت میکنه در پرستش تا خدا رو به روح و راستی بپرستید. پس این نکته اول بود. نکته دوم اینه که در قبال مورد اول، بدون پرستش هم نباید هیچ تعلیم یا مطالعه در مورد راستی صورت بگیره. پولس هیچ تعلیمی رو آموزش نمیده مگر اینکه بلافاصله از اون تعلیم برای پرستش استفاده کنه. پس در مرحله اول گفتیم که پرستش بدون کلام معنی پیدا نمی کنه. در مرحله دوم پولس جنبه دومش رو میگه، اون برای سکه رو میگه. چیه؟ میگه هر جا که تعلیم هست، اون تعلیم با این هدف صورت میگیره تا به پرستش بکشونه. خب اینجا خیلی از معلم ها ممکنه زیر سوال برن، آیا شما تعلیم میدید که مردم بگن چه معلم خوبیه؟ آیا تعلیم میدید که اطلاعاتی رو که از این ور اومد جمع کردی به خورد مردم بدی تا ذهنشون پر از اطلاعات بشه؟ یا تعلیم میدی کلام رو تا این دلهای شنوندگان عاشق مسیح بشه، مجذوب مسیح بشه، به مسیح بچسبه و مسیح رو بپرسته، مسیح رو جلال بده؟ کدومش؟ پولس از حقیقت کلام خدا برای دیدن خدا استفاده میکنه. ما هم باید بگذاریم این حقیقت وقتی آشکار بشه، این تعلیم وقتی داده بشه، اگه لازمه ما رو آشفته کنه، حتما لازم داریم. اگه لازمه ما رو تنبیه کنه، حتما لازم داریم. اگه لازمه ما رو تشویق بکنه،
حتما احتیاج به تشویق داریم و هر وقت لازم ما رو به چالش بکشه. تا همه اینها باعث بشه ما به پرستش کشیده بشیم، ما بچسبیم به مسیح و فقط مسیح. مورد سوم این هست: آموزه‌های تعالیمی الهیاتی که باعث برافراشته شدن خدا میشه، خدا رو بر میافرازه، یک خوشی وصف ناپذیری در دل ما ایجاد میکنه. ستایش زمانی به اون حالت متبلور خودش ظاهر میشه که باعث بشه ما به ضعف و بیکفایتی خودمون پی ببریم و خودمون رو کامل بسپاریم. به عبارت دیگه، وقتی که این آموزه، این الهیات تسلط کامل خدا رو در نجات درک بکنیم که چیزیه که شادمانی و ستایش رو در پولس به اوج میرسونه، ببینید برای ما نیز همچنان خواهد شد. ما که به خدا چیزی ندادیم، خدا که به ما بدهکار نیست، این خود ایده است، این خود اون شخصه که پرستش رو در ما باعث شادی غیر قابل وصف میکنه. دو تا جمله میخوام خدمت شما بگم که دقت کنید اینا رو اشتباه نکنیم. گفته میشه آواز خوان است نه آواز. یعنی مهم نیست که آواز چیه، آواز خوان باید خوش صدا باشه. اگر آواز خوان آواز خوان خوش صدایه، به دل میشینه. پس این گفته رایجه، آواز خوان است نه آواز. کلام زیاد مهم نیست، اون چند تا کلمه ای که اونجا نوشتن، اگر آواز خوان درست بخونه خیلی خوب میشه. نظر شخصی من در رابطه با خدمت کتاب مقدسی برعکسه، آواز است نه آواز خوان. پیغام انجیله، نه اینکه آلبرت بگه اون پیغام رو یا کس دیگه ای بگه. آنچه که ثمر میاره و این خوشی غیر قابل وصف رو جاری میکنه در قلب آدمی، آواز خوان نیست، خود آوازه. و آواز اینجاست، خود پیغامه، یعنی انجیله. و مورد چهارم این هست: برای ستایش کردن خدا، در این حال که ما احتیاج به کلام خدا داریم، لزومی نداره که از همه چیز سر در بیاریم بعد پرستش کنیم. واقعیت اینه که نه، از همه چیز سر در نخواهیم آورد. پولس در آیه 33 میگه چقدر بعید، خیلی دوره از قورسی، هر چقدر تحقیق کنم، هر چقدر بکنم، هر چقدر برم پایین کنکاش کنم، بعید از قورسی است احکام او و فوق از کاوش است تاریخ‌های می. و جالب اینه که خدایی که ما بتونیم با عقل بشری راه‌هاشو به کمال درک بکنیم، تشخیص بدیم و طبیعتش رو آنچنان که هست بفهمیم، باید بگم که خدای خیلی محدودیه. اما خدا خدای نامحدودیه. ما خیلی چیزها رو درک نخواهیم کرد، اما همچنان میتونیم پرستش کنیم. ببینید، ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم، اما اگر در کلام خدا وارد بشیم، اما اگر دل به کلام خدا بسپاریم، چیزهایی هست که میشناسیم، چیزهایی هست که فهمیدیم، چیزهایی هست که آشکار شده
و روز به روز روح القدس بر ما آشکار میکنه اون چیزها برای ما کافیه تا خدا رو ستایش کنیم. هر چند که از همه چیز سر در نیاوردیم، ما میتونیم اون رو به خاطر هر آنچه که مکشوف کرده ستایش کنیم. و اینجاست که واقعا من لذت میبرم و برای چیزهای خیلی بیشتری که مکشوف نکرده هم او را ستایش کنیم، او را عبادت کنیم. شاید نتونیم همه چیز رو دربارش بفهمیم، اما میتونیم از عظمت او در شگفتی فرو بریم و ما هم مثل پولس بگیم در آیه 36 او را تا ابدالآباد جلال باد آمین. عزیزان، این لحظات پایانی این سری درس های رومیان هست و فکر کنم جای خوبی رسیدیم و اونجا اینه که خدا ما رو دعوت کرده تا پرستنده باشیم و منظور این نیست که آلات موسیقی هممون داشته باشیم، صدای خوب هممون داشته باشیم، بلکه منظور اینه که خدا رو در روح و راستی بپرستیم. ولی این پرستش نمیتونه بدون کلام باشه، باید کلام توش باشه، اما لازم نیست همه چیز رو ما فهمیده باشیم. علارغم این که همه چیز برای ما مکشوف نشده، میتونیم خدا رو برای آنچه مکشوف شده بپرستیم. زندگی خودتون رو بررسی کنید. آیا پرستندگان خوبی هستید؟ آیا چسبیدید به کتاب مقدس؟ آیا شما مایلی در ایمان روش کنید؟ در پرستش روش کنید؟ هیچ وقت کلام خدا رو کنار نگذارید، ازش غفلت نکنید. برکت زندگی ما اینه. این درس ها رو شروع کردیم وقتی که جلسه اول رو پیش رفتیم. من گفتم نویسنده داره میگه آرزوی من اینه که بیشتر از این که جذب کتابی که نوشتم بشید، جذب اون کتابی بشید که در بارش دارم می‌نویسم، یعنی کتاب مقدس. و گفت آرزوی من اینه که بیشتر از این که جذب روش درس دادن من بشید، جذب اون کسی بشید که دارم در موردش حرف میزنم. و این دعای منه که شما جذب مسیح بشید. از صمیم قلب براتون برکت میطلبم، برای شما، خانوادتون و خدمتتون، برای جمعتون چه کوچیک چه بزرگ، و برای اینکه خدا جلال پیدا کنه در زندگی و در خدمت شما. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با جمیع شما باشد و بماند از حال و تا ابدالآباد. آمین.